از لندن سلام میکنم به شما خانم نازیلا فتی روزنامنگار و نویسنده در واشنگتن دی سی سلام آقای فرهادی خانم فتی به مطمئنا شما خبرها رو دنبال میکنید در فرانسه میدونیم هفته پیش که سری حملات تروریستی مرگبار اتفاق افتاده بیش از 120 نفر از اتباع کشورهای مختلف کشته شدند در پاریس حدود 300 نفر زخمی شدند ای از تروریست ها خودشون رو در جریان این حملات به صورت انتحاری از پای در بردن و ادیشون هم دستگیر شدند بعدا و یا کشته شدند شدن در عملیات پلیس فرانسه میخواستم به عنوان یک روزنامه نگار که در واشنگتن هستید دیدگاه شما رو جویا بشم شما در اونجا تحولات رو چگونه دیدید آمریکایی ها این مسئله رو چگونه دنبال میکنند و چه راهکارهایی پیشنهاد میشه برای مقابله با این نوع تروریسم داعش خب البته میدونین ابعاد این بمبگذاری و حملاتی که در پاریس شد خیلی بزرگ بود یعنی در حقیقت برای همه شکاور بود که در جنگ آیسیس از خاور میانه به قلب اروپا رسیده و در نشه اکس و لمل خیلی وسیع بود ولی یکی از من فکر میکنم جالب ترین عکس این بودش که در عرض دو سه روز این عکس ها از اون حالت خیلی رادیکال و تندی که مثل 11 بعد از 11 سپتامبر بود و خب یه تعداد بسیار وسیع از مردم میگفتن باید حمله کنیم به القاعده باید نطفه این حملات تروریستی سریعا از بین برن این ریاکشن این عکس العمل این دفعه به مراتب سریعتر تغییر پیدا کرد و احتمالا یک دلیلش هم به خاطر اتفاقاتی بودش که بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق اتفاق افتاد و بیثباتی و ناامنی که در اون منطقه ایجاد شده و این نامنی به اروپا الان رخته یعنی خیلی های نامنی که در پاریس ایجاد شده و نتیجه اون عکسالعمل شدید شروع کردن تفسیر کردن و در نتیجه ما اکسالعمل هایی دیدیم از مثلا حرفهایی که هیلری کلینتون این هفته گفتش و گفتش که به نظر اون را، تنها راه اینه که مراکز داعش رو مورد حملات هوایی قرار بدن اطلاف درست کنن علیه داعش در منطقه ولی از گذاشتن سرباز در منطقه سرباز آمریکایی گفتش که حتما این کار رو نمیکنه جلوگیری میکنه یعنی تجربه خوبی امریکا نداشته از این اکسال عمل ها داشتیم تا اکسال عمل های خود فرانسوی ها تحلیلگران فرانسوی که خیلی هاشون گفتن که این اتفاقی گفته نتیجه سیاست های فرانسه بوده یا به خاطر رفتارهای بسیار تندی که با که در فرانسه زندگی می‌کنند داشته و همچنین به خاطر اینکه اون سیستم های امنیتی فرانسه آمادگی اینو نداشتن که با یه همچین برنامه های تروریستی مقابله کنند. در نشه من فکر میکنم عکسالعمل ها این دفعه به مراتب متفاوتتر از عکسالعمل عمل های غربی ها به اتفاقات 11 سپتامبر بود به نظر میرسی یکی از مشکلاتی که اروپاییان دارن اینه که سازمان های اطلاعاتیشون حاضر نیستن خیلی با گشاده دستی بشن در گزارش های اطلاعاتی با همدیگه و اون مبادله اطلاعاتی که لازم هستش برای مقابله با تروریست ها رو انجام ندادن در لندن گفته میشه که این موضوع ممکنه مد نظر قرار بگیره و یه تجدید نظری بشه و سازمان های اطلاعاتی بتونن با هم هماهنگی بیشتری داشته باشن شما اشاره کردید به صحبت خانم کلینتون که میگوید که آمریکا تجربه خوبی نداشته از اینکه سرباز روی زمین داشته باشه ولی همین دیشب بی بی سی مصاحبه داشت با یکی از مقامات پیشین سی عملیات ضد تروریسمی رو ایشون هدایت میکرده در سالهای اول 2001-2004 تا 2004 ایشون معتقد بود که بدون وجود سرباز روی زمین اینها نمیتونن از پس داعش بر بیان و توصیه میکرد که آمریکا تعداد بیشتری نظامی وارد صحنه بکنه این رو در آمریکا غیر از خانم کلینتون چه واکنش هایی در موردش هستش چی میگویند در این مورد آقای فرهودی واکنش ها خیلی متفاوته یعنی خیلی از جمهوری خواهان طرفدار گذاشتن سرباز در منطقه هستن یعنی فکر میکنن که جنگ برای امریکا تمام نشده و بدون سرباز و در حقیقت چکمه روی زمین اونجور که خودشون میگن نمیشه داعش رو از بین برد و خیلی هم و بیشتر هم دموکرات ها هستن که مخالف این هستن که امریکا وارد یک درگیری مشابه درگیری که در عراق و افغانستان بود بشن و به طور معقول این مسئله خیلی داره به صورت جالبی در موردش هم بحث میشه یعنی حتی از برگردیم به سوال اول شما همین که حتی امریکایی چقدر صرف مسائل امنیتی میکنن هزینه ای که برای این کار گذاشتن از 11 نا... سپتامبر چقدر بوده و اینکه حتی اروپایی و فرانسوی ها بعد از اتفاق پارسال برای خبرنگارانی که کشته شدن که معروف شد به کشته کش شده گان عبدو مقدار پولی که اروپایی ها برای این کار گذاشتن برای نیروهای برای سیستم های امنیتیشون به مراتب کمتر از هزینه بوده که امریکایی ها گذاشتن بنابراین ابعاد این بحث خیلی وسیعه و حتی خیلی ها گفتن که اصلا این که فقط ما غربی ها بیایم در مورد اینکه چجوری داعش رو از بین ببریم یا تضعیفش کنیم معنی دو تا از بازیکنان خیلی مهم این منطقه ایران و عربستان سعودی هستن که اگر ایران و عربستان به طور فعال با همدیگه شروع نکنن در این مورد همکاری کردن از بین بردن داعش اصلا غیر ممکن خواهد بود برمانی ابعاد بحث خیلی بزرگه و خیلی هستم اصلا مخالفن که خشونت داعش رو با خشونت جواب بدن بله خب میدونیم که سال 2016 سال انتخابات هست در آمریکا خانم فتی و کاندیدهای ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتی رو شروع کردن و این مسئله به صورت یکی از مسائل مهم در آمده مبارزه با داعش توسط قدرت های غربی در یکی از این مناظره ها می دیدم، آقای ترامپ صحبتی که میکرد کرد می باید بیایم اینها رو انقدر بمباران بکنیم که دیگه چیزی از اینها باقی نمونه روی زمین حتی پالایشگاه ها و نمیدونم لوله های نفتی که در اختیار داعش هست رو منفجر بکنیم و در آینده شرکت های نفتی آمریکایی میایان و درز چند ماه اونجا رو بازسازی میکنند آیا واقعا یک همچین اه اه چه میدونم چه جوری بگویم آیا یک کمچین تزی از سوی بقیه کاندیداها دنبال میشه یعنی اونها پیگیری میشه اونها هم حاضرن یه همچین عملیات گسترده انجام بشه از سوی آمریکا ببینید نظرات آقای ترامپ خیلی خب خیلی طرفدار پیدا کرد فقط هم این نبود یعنی اینکه ترامپ خیلی جنگ طلبه ترجیح میده که امریکایی از از هر جور از لحاظ سرمایه گذاری نفتی بعدا وارد اون ج... وارد مناطق بشن من. برن اول بکوبن همه چیز داغون کنن بعد برن بسازن خب همیشه از طرف جمهوری خواهان این تزا دنبال شده و این دفعه هم همین جوریه دموکرات ها هستن که بیشتر دارن در مورد درگیری نظامی در منطقه هشدار میدن من حتی فکر میکنم که خانم کلینتون ممکنه که بعد اگر انتخاب بشه اگر که رئیس بشه حتی این موازهی که الان داره رو بعدا نرمتر بکنه برای اینکه فضای عمومی آمریکا و افکار عمومی مردم خیلی ضد جنگه یعنی این اتفاقاتی که از سال 2001 11 سپتامبر افتاده کشته هایی که امریکایی دادن بچه هایی که به جنگ رفتن تاثیر خیلی منفی روی ذهن امریکایی گذاشته و به اضافه الان جوری که خطر داعش رو در امریکا وانمود میکنن اینه که این هنوز جنگ ما نیستش هنوز خیلی محدود به خاور میانه است درسته که الان یه مقداری از این خشونت ها به اروپا سرازیر شده ولی حالا تا به ما بیاد برسه خیلی فاصلهش زیاده یعنی دائم توی روزنامه ها این چند روزه نوشتن که فاصله امریکا از این خشونت ها خیلی زیاده راحت این تروریست ها نمیتونن از مرز مرزهای اروپایی که خیلی راحت هم میتونن بگذرن وارد امریکا بشن و هزینه ای که امریکایی برای امنیت امریکا میکنن به مراتب بیشتر از اون چیزی که اروپایی ها کردن برمانی خطری هنوز ما رو تهدید نمیکنه افکار عمومی هنوز طرفدار این نیستش که وارد درگیری مستقیم با داعش بشه بله اشاره کردید به اینکه ایران و عربستان سعودی هم باید در این مبارزه شرکت بکنند اگر واقعا داعش رو بخوان از بین ببرن ولی میبینیم که خانم فتی در ایران واکنش های متفاوتی عنوان میشه از سوی گروه های فرض طرفدار حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور خواستار همکاری هستند صحبت از همکاری میکنند با آمریکا و با غربی ها ولی از اون سو تندروها و در رأسشون هم خود ولی فقیه مخالف هر گونه گفتگو با آمریکا در مورد مسائل غیر هسته هستن و میگوین فقط در مورد مسئله هسته میتونه آقای ظریف با آقای کری صحبت بکنه با یک چنین جدی که در ایران حاکمه واقعا جمهوری اسلامی چگونه میتونه با آمریکا و با قدرت های غربی یک همکاری و یک هماهنگی داشته باشه در عملیات علیه داعش ببینید خب ایران نه فقط سر مسئله سیاست خارجی و تهدیداتی که ممکنه ایران رو در خطر بذاره در تمام مسائل سیاسی کشوریه که به دو دسته تقسیم شدن کسانی که خیلی ایدولوژیک رفتار میکنن کارهای تبلیغاتی میکنن و کسانی که الان مثل آقای ظریف مثل آقای روحانی در حقیقت صورت منطقی تر از ایران هستن و به این نتیجه رسیدن که تبلیغات و خشونت های هیچ کمکی به منافع ملی ایران نمیکنه و دیپلماسی یک مسئله ای که لازمه حالا چه علاقه داشته باشن که وارد کارهای دیپلماتیک بشن یا نه ولی برای کشور و برای آینده کشور و منافع ملی یه مسئله بسیار لازمیه و باید ببینیم که این گروه چقدر میتونن کسانی که مخالف دیپلماسی هستن کسانی که مخالف همکاری چه با عربستان سعودی الان مسئله فقط امریکا نیستش اتفاقا ایران با آمریکا سر مسائل غیر ای بیشتر داره مذاکره و همکاری میکنه تا با عربستان ولی الان کشورهای غربی دارن میگن ایران و عربستان باید به توافقی با هم برسن و با هم این مسئله داعش رو حل کنن برای اینکه هر دوتاشون دارن برای منافع ملی خودشون یک جنگی رو در خاور در، در میانه خارج از مرزهای خودشون برای رقابت سر قدرت توی منطقه با هم راه انداختن در نتیجه باید ببینیم که آقای روحانی و آقای ظریف که دارن دستگاه دیپلماسی ایران رو اداره میکنن چقدر میتونن حتی نمایندگان مجلس خیلی تازگی و مخالفت کردن که ایران هر گونه همکاری سر داعش داشته باشه ولی خب مجبورن که این کار رو بکنن دیپلماسی یک مسئله لازمیه فکر نمی کنید بعضی از این لفاظی هایی که میشنویم از سوی نمایندگان مجلس که کیهان تهران هم اون رو باستاب داده بود در شماره اخیرش که گفتند راه مبارزه با تروریسم اعتلاف با حامیان پشت پرده داعش نیست آیا فکر میکنید اینها لفاظی است برای مصرف داخلی و حکومت اسلامی خودش سر موقع با آمریکا وارد گفتگو هم خواهد شد و حتی همکاری های روی زمین هم انجام خواهند داد همکاری های نظامی و تاکتیکی و هم کارهایی که باید انجام بشه علیه داعش یا اینکه واقعا ایران همونطور که شما گفتین دو اردو هستن و اینها دارن با هم عملیات که انجام میدن که حتی ممکنه مقایر با هم, هم باشه قطعا شما درست میگین آقای فرهودی و ما در گذشته از این اتفاقات و از این همکاری ها کم نداشتیم حتی با اسرائیل هم زمان جنگ با عراق داشتیم که برای گرفتن اسلحه ایرانیا حتی یواشکی با اسرائیلی ها هم در تماس بودن توی جن... د... 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 افغانستان سپاه خیلی به امریکا کمک کردن در حقیقت بدون کمک سپاه امریکایی ها به هیچ عنوان نمیتونستن که طالبان رو به اون با اون قدرت و با اون به اون سریعی که انجام دادن طالبان کنار بزنن برای این ایران وقتی که به مسائل امنیت خود جمهوری اسلامی و امنیت کشور میرسه خیلی کارها انجام میده که ممکنه مخالفش رو برای مردم توضیح بده بله در خبرها بود خانم فتیکی کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک قطنامی رو تصویب کرده از سوی عربستان سعودی و قطر معرفی شده بوده حمایت آمریکا و دیگر قدرت های غربی رو داشته که در اون قطنامه مداخله ایران در سوریه را محکوم میکنه و به صورت تلویحی مداخله روسیه را رو محکوم میکنه البته نامی از روسیه نیم برن 115 رای معافر 15 رای مخالف داده شده به این قطنامه خب مطمئنا میدونیم که ایران هم انتقاد کرده از این قطنامه و گفته کار درستی انجام نشده فکر میکنید با انجام یک همچین کارهایی از سوی عربستان و متحدینش که میان در سازمان ملل ایران رو محکوم میکنند آیا واقعا میتونن با ایران همکاری داشته باشن در روی زمین علیه داعش در حالی که یک همچین فعالیت های دیپلماتیکی در جاهای دیگه در تریبون های دیگه در جریان علیه جمهوری اسلامی متاسفانه عربستان سعودی و حتی قطر وقتی به دیپلماسی و همکاری با ایران میرسه از ایران بتر عمل میکنن یعنی ایران رو در وضعیتی قرار میدن که همکاری برای ایران با این کشورها خیلی سخت میشه و من فکر میکنم غربیا به خوبی متوجه این مسئله شدن یعنی متوجه شدن که اگر که بخوان ایران رو تشویق به کاری بکنن نمیتونن در صحنه بین المللی اول مسخرهش کنن بعد مسئله آبروریزی براش عنوان بکنن بعد در وضعیت قرارش بدن که با سرفکندگی بیاد و همکاری بکنه بنابراین این کاری که عربستان رو قطر کردن خب وضعیت همکاری با ایران رو به مراتب مشکل تر میکنه و عرب، عربستان چندان تمایلی نداره که با ایران سر مسئله داعش همکاری بکنه یعنی هر دو کشور متاسفانه به در به وجود آوردن داعش و این قدرتی که این, این گروه داره کمک کردن از یک طرف ایرانی ها در سرکوب سوریه یا به اسد کمک کردن و نفرت و خشم خیلی زیادی رو به نیستری از های عرب سوریه ای ایجاد کردن ده. و از طرف دیگه عربستان سور، سوریه و قطر یه مقدار خیلی زیادی پول همینجور سرازیر کردن توی دستای گروه هایی که اصلا معلوم نبود اینا کی هستن و بعدا تبدیل شدن به گروه های تندروی مثل داعش که نه تنها علیه اسد الان می جنگن ولی خب علیه تمام گروه های دیگه در شمال عراق هم دارن خشونت به خرج میدن ایران و عربستان سر رقابت قدرت توی منطقه خودشون در به وجود آوردن این گروه های تروریستی خیلی نقش به سزایی داشتن به نظر می رسه که وجود داعش به نوعی کمک کرده به ایران که توجیح بکنه حضور خودش رو در عراق و سوریه به نظر شما آیا واقعا جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو ادامه دار بکنه کش بده این مسئله مبارزه با داعش رو یا اینکه دوست دارن که واقعا این گروه سرکوب بشه و ولی وقتی سرکوب بشه دیگه ممکنه اونقدر ایران نتونه خودش رو توجیه کنه حضورش رو در کشورهای منطقه و این دخالت رو که الان داره انجام میده بله متاسفانه ایران همیشه در نفوذش رو در منطقه موقعی پیدا کرده که یک بحرانی پیش اومده نه. و در نتیجه این تفکر وجود داره که اگر بحران نباشه ایران بهانه برای وجود در خارج از مرزهای خودش نداره و خب خیلی به درستی گمان میکنن که شاید ایران نخواد این بحران کاملا از بین بره که بتونه حضور نظامی حتی داشته باشه اونجا ولی من فکر میکنم که وجود یه همچین گروهی که واقعا از هیچ کاری دریغ نمیکنن از هیچ خشونتی دریغ نمیکنن در نزدیکی مرزهای ایران اونم به این نزدیکی در شمال عراق اصلا به نفع ایران نیست و قطعا در دستگاه دیپلماسی نظامی و امنیتی ایران کسانی هستند که به وضوح مثلا رو میدونن و میدونن که وجود این همچین گروهی که انقدر میتونه خارج از کنترل باشه که میره و در قلب اروپا یه همچین حملاتی رو اجرا میکنه بسیار خطرناکه یعنی جمهوری اسلامی به نظر شما باید بترسه که ممکنه این گروه های داعش در داخل ایران هم دست به عملیات بمبگذاری و ایجاد وحشت بزنن قطعا یه همچین نگرانی هست برای اینکه هر از گاهی میبینین که خبرهایی میاد که فرمانده های نظامی میگن که مثلا گروهی رو در نزدیکی مرز گرفتن یا اینکه داشتن مدت زیادی بوده که این گروهها داشتن در تدارک یک حمله خشونت بار بودن در نتیجه قطعا یه همچین نگرانی هست و خیلی از کسانی رو که دستگیر میکنن همیشه به این گروه ها وصلشون میکنن خانم فتی یک نکته رو میخوام رو می اینجا روشن بکنیم در مورد مبارزه با تروریسم میدونیم که آمریکا هر سال میاد یک گزارشی منتشر میکنه در مورد اینکه کشورهای حامی تروریست کدوم ها هستن ایران الان سال هاست که در صدر اون لیست قرار داره به عنوان حامی و بانی شماره که تروریست از اون سو همین نمایندگان مجلس که در موردشون صحبت کردیم میآیند و میگویند که حامی و بانی تروریسم آمریکا هستش واقعا این مبارزه جهانی با تروریسم چگونه میشه با همکاری ایران انجام بشه آیا یک خطی باید بینش کشیده بشه که در اینجا مثلا با ایران میشه همکاری کرد در اینجا در جای دیگه ممکن نتونیم همکاری کنیم چون ایران خودش دست داره در تروریسم بله خب ایران به خاطر حمایتش از گروه های مختلفی که از اول انقلاب گروه هایی که در جاهای مختلف دنیا دست به بمبگذاری کشتن مردم بیگناه انجام داده خب جزو حامیان تروریسم قرار گرفته از از اول انقلاب ایران از گروه هایی که نزدیک به یاسر عرفات بودن و اولین بوم ها رو شروع کردن در اروپا گذاشتن حمایت کرده هم حمایت نظامی کرده هم حمایت مالی کرده و در نتیجه خیلی راحت جزو تروریست های بین المللی شناخته شده و هنوز هم داره ایران این کار رو میکنه کسی بوده که اصلا ایران کشوری بوده که حزب الله رو به وجود آورده در نتیجه برای اینکه اسم ایران از این لیست خارج بشه ایران باید یک اراده خیلی بزرگی رو از خودش نشون بده و در عمل ثابت بکنه که میخواد جلوی این گونه حملات تروریسمی رو بگیره و ثابت بکنه بنابراین ایرانه که باید یک قدم اساسی در این مسیر برداره فکر میکنید این تصویب برجام میتونه کمک بکنه به اینکه ایران به چه خودش رو به اصطلاح ببخشه قطعا من فکر میکنم این در حقیقت این قرارداد یکی از مهمترین توافقاتی هستش که ایران برای اولین بار با جامعه بین الملل کرده و جامعه بین الملل اومده به این توافق احترام گذاشته سالیان سال بوده که ایران میخواسته که وارد یک گونه توافقی با کشورهای غربی بشه و این قرارداد هسته ای اولین قراردادیه که با تمام کشورهای غربی کشور پنج, پنج اضافه یک ایران وارد یک توافقی شده که یک تعهدی رو انجام بده و اگه در چند ماه آینده و شروع کرده به اجرای کارهایی که باید انجام بده سانترفیوژ ها رو داره ایران در حقیقت تعطیل میکنه باید اورانیوم های غنی شده ای که داره رو کم بکنه اگه این کارا رو تا چند ماه آینده انجام بده بزرگترین قدم رو برای ایجاد اعتماد سازی با قربی های ایران انجام داره میده خانم فتی یکی از اهداف ایران میدونیم سرمایه گذار جلب سرمایه گذاری خارجی هستش تعداد زیادی هیئت های بازرگانی از اروپا به ایران رفتن فکر می‌کنم بیش از ده هیئت رفته از کشورهای مختلف و اینها دوست دارن که در ایران قرارداد قراردادهای سوداور با ایران امضا بکنن ولی یک مشکلی که هستش با بسیاری از افرادی که من باشون صحبت میکنم در لندن بهش اشاره میکنم این مسئله نبود حاکمیت قانون در ایرانه و عدم امنیت غذایی عدم امنیت حقوقی که این شرکت ها وقتی برن اونجا باز ممکنه در یک مقطع زمانی سرمایه هاشون اینها تصرف خودشون در بیارن مصادره بکنن همونطور که در اوایل انقلاب شاهدش بودیم و حالا هم علاوه بر اون شاهد بگیرو به بندهای فراوانی هستیم از سوی سازمان اطلاعات سپاه بیش از صد نفر دستگیر شدن در ایران که قوه قضایی میگه من از اونها اطلاعی ندارم از دستگیری اونها و ظاهرا اینها توسط سازمان اطلاعات سپا دستگیر شدن و تحت بازجویی هستن آیا فکر میکنید با چنین جوی که در ایران حاکمه خارجی ها حاضر باشن سرمایه گذاری کنن در ایران؟ حالا به نظر میرسه که اروپایی ها با وجود بگیرو به بندهایی که شده تمایل بیشتری داشته باشن تا امریکایی ها. امریکای ها چندان تمایلی هنوز نشون ندادن فکرم میکنم که امریکایی ها بیشتر به دلیل اینکه در حقیقت قوانین کاری ایران چندان خوشایندشون نیست تمایلی نشون ندادن یعنی نمیدونن که چقدر میتونن سود اونجا داشته باشن با, قن... با... با توجه به قوانین سرمایه گذاری و قوانین کاری که در ایران وجود داره من فکر میکنم اروپایی ها میرن حتما میرن قبلا هم اونجا بودن این مسئله امنیت... امنیتی که برای بعضی از کارمنداشون وجود داشته باشه مسئله مهمی خواهد بود به خصوص که الان این تعداد کسانی که دو ملیتی هستن و در زندان های ایران هم هستن تعدادشون کم نیست یعنی در تبدیل شدن به گروگان تبدیل شدن به گروگان بین دو که یکی میخواد ایران رو باز کنه سرمایه گذار خارجی بیاد و گروه دیگه ای که اگه میخواد ایران باز بشه و سرمایه گذارهای خارجی بیان میخواد مطمئن بشه که منافع خودش تعمین میشه و این گروه سپاهه به خاطر همین هم هست که سپاه به این دستگیری ها داره دست میزنه من میکنم یه مقدار خیلی زیادیش دوباره برمیگرده به رقابت قدرت در داخل ایران که بالاخره کدوم گروه میتونن حاکمیت خودشون رو ثابت کنن و سپاه داره شدیدن تلاش میکنه که بگه که حاکمیت و قدرت مال منه باید منافع من تعمین بشه ولی من فکر نمی کنم که سپاه جلوی سرمایه گذاری خارجی رو بگیره آقابت سرمایه گذاری خارجی وارد ایران خواهند شد فقط نتیجهش میشه که کدوم یکی واقعا منافع ایران رو بهتر میتونن تعمین کنم کدوم یکیشون میتونن تکنولوژی رو به ایران بیارن به که سرمایه های ایران رو خارج بکنن به نظر شما این ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران آیا میتونه کمک بکنه به برقراری بیشتر آزادی در کشور به اینکه من همیشه به نام ویروس آزادی ازش یاد میکنم که این وارد ایران بشه و حضور این خارجی ها کمک بکنه به اینکه جامعه ایران بازتر بشه از این انزوا خارج بشه و این معالن میتونه به نفع مردم ایران باشه به نفع منافع ملی نه لزوما به نفع جمهوری اسلامی خب ببینید انزوا یک مسئله خیلی متفاوتی از آزادی های دموکراتیکه بله سرمایه گذاری میتونه ایران رو از انزوایی که هست خارج بکنه ولی آیا اگر ایران از انزوا خارج بشه به این معنیه که ایران مردم ایران میتونن آزادی های بیشتر اجتماعی و سیاسی داشته باشن من فکر میکنم اصلا ربطی نداره من فکر میکنم که اه چون اه در حقیقت رادیکال هایی که در ایران هستن تون روهایی که در سپاه هستن می ترسن که اگر ایران از انزوا خارج بشه ممکنه کنترل قدرت خودشون رو از دست بدن در نتیجه با شدت بیشتری به سرکوب آزادی های مدنی خواهند پرداخت بله سرمایه گذاری خارجی برای ایران خیلی مهمه به خصوص که سالیان سال از این سرمایه گذاری محروم بوده من امیدوارم که اگر سرمایه گذاری بشه سرمایه گذاری باشه که به پیشرفت تکنولوژی به پیشرفت ها... توانایی های ملی بیانجامه تا اینکه چون همیشه ما سرمایه گذاری داشتیم که یک طرفه بوده یعنی yani فقط سرمایه های ایران خارج شدن امیدوارم که برعکس باشه این دفعه یعنی yani دو طرفه باشه هم سرمایه خارج بشه هم تکنولوژی و پیشرفت به ایران بیاد ولی من فکر نمی کنم تاثیر مستقیمی روی در حقیقت دموکراتیک کردن ایران و یا ایجاد فضای باز مدنی در ایران بکنه خب اون فکر میکنید چگونه بهش میشه دست یافت با وجود یک ولی فقیه که مخالف هر گونه آزادی هستش برای مردم و خودش تصمیم میگیره که این هفته میلیون ایرانی چگونه باید زندگیشون اداره بشه چگونه میشه واقعا در ایران با آزادی دست یافت مردم چیکار میتونن بکنن حالا متاسفانه همچون که شما گفتین اصلا قانون اساسی ایران که یک ولی فقیه رو تعیین میکنه که تمام تصمیمات رو برای مردم بگیره انگار که مردم ایران بچه هستن ناتوان هستن نابالغن و نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و احتیاج به یک ولی فقیه ولی یعنی دقیقت لغتش معنی پدر و مادره یه ولی باسواد میخوان که این کار برایشون بکنن خب بزرگترین در حقیقت مشکلیه که بر سر راه دموکراتیزه شدن ایران وجود داره ولی من اصولا خیلی امیدوار هستم که جامعه ایران در 36 سال گذشته بعد از انقلاب خیلی تغییر کرده یعنی جامعه ایران ظرفیت پیشرفت خیلی بیشتر از این چیزی که الان قبلا 36 سال گذشته داشته داره و وقتی که زمانش برسه میتونه خیلی بهتر این پیشرفت ها را قبول بکنه و طبق نیازهای زمان جلو بره اه, تا 36 سال پیش ببینید جامعه ایران بالای 70 درصد الان شهریه سطح تحصیلات بسیار بالاست متاسفانه هیچ کنم از حکمرانان ایران از آقای جنتی گرفته تا آقای قالیباف نتونستن بچه های خودشون رو اه, طبق ارزش هایی که میخواستن جامعه ایران رو بار بیارن بار بیارن اه, بچه هاشون الان علی جنتی که وزیر ارشاده اصلا شبیه پدرش صحبت نمیکنه در نتیجه من فکر جامعه ایران ظرفیت تغییرات خیلی اساسی رو داره و این تغییرات بالاخره توی ایران خواهد آمد سوال مهم اینه که چطور و چه زمانی و اون هم احتیاج داره که پیشگو باشین تو بشه در مورد صحبت کرد برصد سپاس گذارم امیدوارم که این صحبتی که شما فرمودید واقعا حقیقت به و شاهد آزادی و دموکراسی در ایران باشید خانم نازیلا فتحی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو